وقتتون بخیر. بیننده برنامه صفحه 1 و مرور مطبوعات ایران هستین. در این برنامه به بررسی مطالبی می‌پردازیم که روزنامه‌های امروز منتشر کردند. از جمله بحث و نظر روزنامه‌ها درباره افزایش حضور افغانستانی‌ها در ایران، یک سال از بازداشت الهه محمدی خبرنگار هم‌میهن گذشت، اعتماد از اقتصاددان‌ها پرسیده آیا رفاه مردم بیشتر شده، واکنش روزنامه‌ها به گزارش مشترک ایران اینترنشنال و سمافور و گزارشی درباره پادکست‌های ایرانی. برای مرور مطبوعات هم مثل همیشه همراه میشیم با همکارم فرزانه بصفور که اینجا در استودیو با ما همراه شده. فرزانه، امروز برامون چه داری؟ با چه موضوعی میخوای شروع کنی؟ سلام، صبحت بخیر. موضوع حضور میلیون ها افغانستانی از این جهت مورد توجه روزنامه ها قرار گرفته که در چند روز اخیر عکس ها و فیلم هایی در شبکه های اجتماعی منتشر شد که یک نشانه هایی بود از این که تعداد افغانستانی های مهاجر افزایش پیدا کرده، اما به نظر می رسید بخشیش بزرگ نمایی خبره و نوعی دامن زدن به هراس جمعی. و دو گروه به وجود اومد از دسته روزنامه هایی که مخالف افزایش حضور افغانستانی ها بودند، از حکومت انتظار پاسخگویی داشتند. یک دسته ای که در واقع این حضور افغانستانی ها رو عادی می دونن با توجه به شرایط ویژه‌ای که در افغانستان بعد از برآمدن طالبان آمده، این موج مهاجرت رو طبیعی میدونن و این مشکوک خواندن ها رو خیلی بی اساس. روزنامه ستاره صبح از اون دسته مخالفان هست و با تیتری که انتخاب کرده هجوم افغان ها به ایران به بهانه پناهندگی، ادعا کرده که این حضور چشمگیر افغان ها در کشور مشکوکه و معتقده که بسیاری از این مهاجرین طرفدار طالبان هستند. و از اونجایی هم که امکان رصد اطلاعاتی امنیتی اونها وجود نداره، بایستی هوشیار بود و هشدار میده که به هر حال حکومت بایستی با این موج مقابله کنه. برخی به یادداشت‌هایی هم که در خود روزنامه منتشر شده زبان توهین‌آمیزی داره که نوعی برتری‌جویی نژادی رو نشون میده، تعابیری مثل اینکه متخصصان رفتند تا افغان‌ها بیایند. اما از اون طرف به نظر میاد نیاز به بحث پیرامون تعداد حضور افغان ها در ایران موضوع مهمیه. روزنامه هم‌میهن آمده یک پژوهشی رو منتشر کرده که اتفاقا به بسیاری از سوالات و ابهامات در موضوع مهاجران افغانستانی پاسخ میده و نشون میده که اطلاعاتی که در کشور منتشر میشه اتفاقا اطلاعات دقیقی نیست. مثلا ادعا شده که 8 تا 10 میلیون افغانستانی در ایران هستند که این خودش زیر سوال رفته، چون تعداد مهاجران افغانستانی در ایران چیزی حدود 5 میلیون نفره. 3 میلیون نفر قبل از طالبان در ایران حضور داشتن، در این مدت هم بین 1.5 تا 2 میلیون نفر آمدن. و نبایستی از نگاه روزنامه هم‌میهن این هست که این مهاجران افغانستانی رو بایستی به عنوان یک فرصت نگاه کرد و جنبه های متفاوت این ماجرا رو دید و نه صرفا دامن زد به هراس جمعی و بایستی با جریان های مهاجر ستیز مقابله کرد. آرش نصر اصفهانی محققیه که این پژوهش رو در روزنامه هم‌میهن منتشر کرده و به این نکته هم اشاره کرده که این نگرانی که وجود داره در خصوص اینکه این مهاجران توسط حکومت مورد حمایت قرار بگیرن و بخوان شناسنامه بگیرن، اینها رو یکم زیر سوال برده، چون کلا از این افغانستانی هایی که در کل این مدت سالها در ایران ساکن بودن حدود 750 هزار نفرشون تونستن در وضعیتی مشابه پناهندگی قرار بگیرن. تازه همین ها هم بایستی هر سال اقامتشون رو تمدید کنن. دولت جمهوری اسلامی هرگز افغانستانی ها رو بهشون مدارک اقامتی دائم نداده، همیشه به صورت موقتی در ایران ساکن بودن و به صورت مهمان موقت دیده میشن و هر ساله بایستی مدارکشون رو تمدید کنن وگرنه از کشور اخراج میشن. و در بین اونها کسانی اصلا 30 سال، 40 سال، 50 ساله که در ایران هستن. بله، چون در تمام این سالها افغانستان تقریبا 3 دهه 4 دهه هست که درگیر انواع بحران ها و جنگ داخلیه و در این سالها در مقاطعی تعداد مهاجران افغانستانی به ایران افزایش پیدا
کرده. ضمن اینکه بسیاری از اینها اصلا نمیتونن در استانهای مرزی ساکن بشن، حضورشون ممنوعه و به خاطر همینه که یک جمعیت بیشتری در تهران ساکنن. طبق این گزارش حدود یک سوم افغانستانی ها در تهران ساکنن و همین باعث شده که حضورشون در برخی محلات تهران مثل مناطق جنوب شهر یا مناطق غرب تهران، آبسر، دماوند، اینها حضور قابل توجه و چشمگیری باشه و توجه رسانه ها رو جلب کنه و روزنامه مثل جمهوری اسلامی هم به صورت خاص به این موضوع واکنششون بده و از حکومت انتظار داشته باشه که در مورد تعداد دقیق افغانستانی ها روشنگری کنه و ضمن اینکه روشن کنه که سیاستش نسبت به این مهاجران دقیقاً چه هست. خب فرزانه، یک سال هم از بازداشت الهه محمدی خبرنگار هم میهن گذشته، این روزنامه در مورد وضعیت این روزنامه نگار خودش چه نوشته؟ بله، متاسفانه الهه محمدی تقریباً 365 روز هست در بازداشت موقت بعد از اون گزارشی که از مراسم چهلم مهسا امینی منتشر کرد و الان ما قاعدتاً بازداشت موقت در قانون بیش از یک سال نمیتواند باشد، میبایست او را آزاد کنند، اما نه تنها دادگاه علنی برای اون تشکیل نشد، حکمی هم هنوز براش صادر نشده. دیدم در صفحه یک روزنامه هممیهن آقای عباس عبدی یادداشتی نوشته بود در واکنش به این 365 روز بازداشت الهه محمدی و در اون یادداشت آقای عبدی گفته بود که هیچ معنایی نداره این عدم صدور حکم برای الهه، به خاطر اینکه تا الان بسیاری از کسانی که در ماجرای حالا اعتراضات سال گذشته بودند یا حکمشون رو گرفتن یا آزاد شدن یا عفو خوردن یا اصلا حکمشون اجرا شده، زندانن یا به هر حال اتفاقات دیگری افتاده، در مورد الهه و نیلوفر تنها کسانی هستند این دو نفر که هیچ وضعیتشون روشن نیست و این بلا تکلیفی بیشتر آزار میده. از موضوعات دیگه هم اگر ولی بله، یه نگاهی هم داشته باشیم به گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی که روزنامه منتشر کردن، چه موضوعاتی مورد توجه خودت بوده؟ روزنامه یه سازندگی امروز تصویر رسول خادم رو در صفحه یکش کار کرده بود. آقای خادم این روزها تصویرش به خاطر کمک به سیل زدگان آستارا توجه جلب کرده بود. سازندگی هم به همین مناسبت مروری داشته بر زندگی این کشتیگیر سابق و قهرمان جهان و تیت زده همیشه پهلوان. این تفکیک کردن حالا رسول خادم با امثال علیرضا دبیر به جهت موضع‌گیری اینها نسبت به اعتراضات سال گذشته هم هست و این همیشه پهلوان دو جنبه داره، هم به خاطر مردمی بود بودن رسول خادمه، هم این حضور به موقعی که در حوادث تاریخی کشور نشون میده و از جمله همین سیل آستارا. اما روزنامه شرق آمده به موضوع ساخت مسکن 25 متری واکنش نشون داده. مسکن بدون مسکن عنوان گزارش و تیتر شرق هست که میزه گردی در خصوص سیاست گذاری حوزه مسکن رو پوشش داده و در اون صاحب نظران حوزه شهرسازی درباره احتمال ساخت مسکن‌های کوچک 25 متری گفتن. مثلا محمد خوش‌چهره اقتصاددان معتقده که ساخت این دست مسکن‌ها یک فاجعه میتونه رقم بزنه، چون میره به سمت سوداگری مسکن. یا بیت الله ستاریان گفته که 47% درآمد خانوار رو مسکن میبلعه و این مسکن‌های 25 متری شاید بتونه راهگشا باشه، اما از اون طرف نگرانی‌های وجود داره. یه چیزی که مثلا کوچک‌سازی مسکن میتونه به ترویج مجردی و عدم تشکیل خانواده منجر بشه. از اون طرف یک گزارشی هم روزنامه اعتماد داره. روز گذشته بود، دو روز پیش البته، حسین شریعت منداری یادداشتی نوشته بود، مدعی شده بود که این شما که میگید مثلا مردم پول ندارن، چرا صفای سوپرمارکت ها اینقدر طولانیه؟ روزنامه اعتمادی خوشبینانگی و سطحی نگری حالا کیهان و رسانه های نزدیک به دولت رو ملتوجه قرار داده و از اقتصاددانان پرسیده که آیا واقعا مردم رفاه بیشتری پیدا کردن؟ مرتضی افغان
متوقف میگوید که این ادعای پوچیه، چون ایران 80 میلیون جمعیت داره، حالا یه بخششون که درآمد بیشتری دارن تو پایتخت ساکنن، حالا به مراجعه میکنن به سوپرمارکت، دلیلی بر توان خرید مردم نیست. اما پیمان مولوی نکته دقیق‌تری رو گفته، اینکه الان به قطع یقین قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و نکتش هم اینه که درآمد سرانه ایرانی ها 3000 دلاره. اگر برای یک کشوری که یک رفاه نسبی داشته باشه باید درآمد سرانه بین حداقل 10000 دلار باشه که الان نیست. خب فرضاً این گزارش مشترک ایران اینترنشنال و سمافور هم با واکنش‌های زیادی همراه بوده، در داخل ایران روزنامه‌های داخلی چه واکنشی داشتن در این مورد؟ خب گزارش جنجالی بود در رابطه با لابی‌گری افراد و دیپلمات‌های قبلی ایران که ارتباط داشتن با مقامات آمریکایی. روزنامه‌های شرق، دنیای اقتصاد، هم میهن از جمله روزنامه‌هایی بودن که واکنش نشون دادن. شرق اون رو حمله به ظریف عنوان کرده، تعبیر کرده به ظریف سوزی، چون فکر میکنه که این اگر ایران اینترنشنال گزارش های ایمیل های زیادی رو پیدا کرده بود از ایمیل های ظریف، چرا فقط ایمیل هایی که مرتبط با این ارتباطات بود رو منتشر کرده. یا دنیای اقتصاد تعبیر کرده به مک کارتیس و فکر میکنه که همون اتفاقی که در دهه 80 افتاد در مورد جریان چپ داره تکرار میشه. اما همیهن معتقده که این لابیگری در قوانین آمریکا چیز روشنیه، مشکل اینه که ایران در رابطه با آمریکا یک رابطه عادی نداره و در یک رابطه خصمانه به سر میبره، بنابراین نمیتونه از ظرفیت رسانه‌ای یا ایمیلی یا حتی لابی ها بهره ببره. تا وقتی پارادایم این رابطه ایران و آمریکا به یک پارادایم عادی سازی منجر نشده و یک مذاکرات مستقیم بین دو کشور واقع نشده، بنابراین همه این لابیگری ها یک تهدید خارجیه و به خاطر همینه که آمریکا بهش واکنش نشون میده. بسیار متشکرم از تو فرزانه بسپور همکارم که اینجا در استودیو با ما همراه بودی. و ما ممنون از شما که بیننده برنامه صفحه 1 و مرور مطبوعات امروز بودید. وقتتون بخیر.